وطن زنده ایم بحری وطن زنده ایم دشمن عین و غین ایم بحری وطن زنده ایم بحری وطن زنده ایم مرگ بر قاتلان فرخنده مرگ مرگ فرخنده در آتش جهل خائنان ملی سوخت سوخت فرخنده در نباهای بارده و سازیده پرپر شده روی فرخنده به این شکل بیرحمانه و فجیش در کابل نی تنها افغانستانه بلکه تمام دنیا را تکان داد و این باعث شد که مردم افغانستان یک بار دیگه متحد شود مردم افغانستان از گوشه و کنار صدای دادخواهی بلند کردند و این مجبور شد که دولت پوشالی فاسد و مافیایی یک محکمه فرمایشی و نمایشی را به خاطر فرونشاندن خشم مردم برگزار کند با وجودی که محکمه خیلخند و ریشخند ابتدایی چند نفر محکوم به اعدام کرد ولی محکمه استیناف در زیر ریش ارگ نشینان چی کرد؟ او چهار قصاوت پیشی درجه اول از که محکوم به اعدام بود به 20 سال حبس محکوم کرد و مجازات دیگه مجرمین کم ساخت و تعداد زیادی شرها کرد این معاملات پس پرده نشان میده و اثبات میرسانه که دولت فاسد مافیایی ضد زن و زن ستیزترین این دولت یک بار دیگر چهره واقعی خود به مردم افغانستان نشان داد و این نشان داد که هیچ وقت با مردم افغانستان نبوده بلکه در خدمت او بنیادگرای ها و بادارای خارجی خود هستند و این در مسئله و مثل قضیه پغمان و ده ها قضیه دیگر معاملان اصلی رها میشه و چند نفر درجه دو و درجه سه که بیزور و بیواسطه هستن یا مربوط به او سرجنایتکاران نیستن و یا که از حمایت ازا برخوردار نیست اونا محکمه میشن که در قضیه فرخنده هم بی رقم شد و دوستا ایرام نباید فراموش کنیم که تعداد از کسایی هستن که قضیه فرخنده را پروژه‌ای ساخته و میخواه و با می که ارگ دانشان شیرین میکنه فقط میخواه که از هان مردم تغییر بده و قضیه را به فراموشی بسپاره این رقم کسا را باید از ردی خود دور کنیم و اینا را به عیس کسایی که دقیقت خائنین به حقوق زن است محکوم کنیم من 11 سال قبل اعلام کردم که امریکا و متحدینش این خائنا و جنایتکارا را به سرنوشت مردم ما حاکم ساختن تا کشور ما را به سوی فجایع بدتر سوق بدن به همین خاطر است که امروز میبینیم کشور عزیز ما در آتش ناامنی، فقر، بیکاری، فساد، مافیای مواد مخدر و هزار یک جنایت دیگه میسوزن میبینیم که چطور عدالت به شکل هتلری زیر پا میشه هنوز هم افغانستان جهنم سوزان به زنهای دردیده کشور ماست که فرخنده یکی از او قربانی هاست بنان باید نگذاریم که خون فرخنده ها فراموش شد پایمال شد با پاسداری از خون فرخنده بکوشیم که عدالت تامین کنیم ورنه آخرین میخ و تابوت عدالت بوده و روزای سیاتر را شاهد خواهد بودیم